سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من نغمه مفیدی هستم و اینجا هم استدیوی طراحی منه. اگر خاطرتون باشه یه ویدیو ضبط کردیم راجع به مشخصات و نکات ویژه خونه های افراد معروف دنیا. تو این ویدیو میخوام به ادامه این نکات با هم بپردازیم. خاطرتون باشه به موقعیت آپارتمان یا خونه اشاره کردیم و بعد از اون به اتاق خواب ها و نشیمن پرداختیم. در ادامه میخوام بریم سراغ نقطه چهارم، آشپزخونه ها. خب بریم ابتدا به خونه اوباما یه سری بزنیم. آشپزخونه و صبحانه خوری اون که به صورت مینیمال شکل گرفته و جهت انجام کارهای روزمره آشپزخونه دو تا میز در دو موقعیت میتونید ببینید، نمای جزیره و نمای میز کار، که ساشا اوباما میگه که من دوست دارم بیشتر وقت خودم رو در آشپزخونه سپری کنم. خونه دومی که میخوایم با هم بررسی کنیم خونه دیوید بکام هست در برج هزار موزه، که آشپزخونه باز هم به رنگ سفید و مینیمال هست و نورپردازی بسیار مناسبی داره. اگر دقت کنید میتونید مشاهده کنید که وقتی صحبت از رنگ سبک مینیمال میشه، ما به صورت حداقلی از رنگ ها استفاده میکنیم. باز هم میبینید رنگ سفید و مشکی خودنمایی میکنه. عناصر داخل آشپزخونه مثل یخچال، فریزر، فر و مایکروفر همه در داخل کابین استفاده شده، طوری که شما در نگاه اول هیچ عنصر یا عناصر ریز رو در فضا نمیبینید. اگر به خونه بیل گیتس بخوایم سری بزنیم، با تعداد زیادی از آشپزخونه ها مواجه میشیم، طوری که بیل گیتس از طراح معمارش میخواد که هر شخصی در هر کجای خونه که هست بتونه دسترسی مناسبی حداقل به یک آشپزخونه داشته باشه و شما میتونید تعدد زیادی رو در آشپزخونه در این خونه ببینید. هر آشپزخونه فضای نشستن، فضای شستشو یا گاز کوچیک یا یخچالی رو در خودش جای داده و در همه این آشپزخونه‌ها دید یا ویو و چشم‌اندازی که به بیرون داره نکته اساسی هست. در ادامه به نکته پنجم میخوام اشاره کنیم، حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی. در خونه دیوید بکام حمام‌ها دارای روکش سنگ مرمر سفید هست، وان‌های مستقل و مجزا رو میتونید ببینید و دید و ویو این سرویس‌ها و داشتن تراس باز هم اهمیت خودش رو داره. رنگ سفید بیشترین خودنمایی رو داره و چشم‌اندازها جلوه خاصی رو به فضا میدن. خونه بعدی که می‌خوایم جزئیاتش رو با هم ببینید، حمام خونه آنجلینا جولی است که مکانی برای استراحت آنجلینا، چرا که دوست داره بعد از یک روز طولانی از این حمام که داره یک وان بزرگ و پنجره بزرگ هست استفاده کنه. نکته ششم، مکانهای برای استراحت یا فضای دنج این خونه ها رو میخوایم با هم بررسی کنیم. میخوایم به مکان استراحت در خونه دیوید بکام بپردازیم. همونطور که میبینید رنگ ها به صورت خونسا و با رنگ سفید و خاکستری تزیینات داخلی صورت گرفته. مصالح خودنمایی خودشون رو دارن، چرا که متریال ها به آرامش داخل فضا خیلی کمک میکنه که چه نوع متریال شما استفاده کنید از بافت های طبیعی بهره بیشتری برده میشه. این کنج دنج رو هم ببینید در خونه دیوید بکام، باز هم متریال های طبیعی، وجود فضای سبز خیلی کمک کرده و حتی ویو و چشم انداز. خود تراس ها با مناظری که دارن باز هم از اون فضاهای دنج و فضاهای خاص هستن که برای استراحت و تمدد اعصاب بسیار فوق العاده است. در خونه بیل گیتس شما میتونید اتاق های فضاهایی رو ببینید که با تکنولوژی بسیار بالا توسط سیستم حسگر رو شنایی، حتی سیستم گرمایش و حتی رطوبت هوا میتونه کنترل بشه و واقعا مهمان بودن در خونه بیل گیتس باید تجربه ای شبیه به یه رویا باشه، چرا که هر کدوم از این عوامل محیطی در دست مهمان خانه میتونه باشه و کنترل بشه. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگر سوال یا کامنتی دارید یا ویژگی خاص دیگه ای مد نظرتون بود یا براتون سوال بود حتما بپرسید، برام کامنت کنید. ممنون از همراهی شما. تا ویدیوی بعدی و نکات دیگه‌ای از خونه‌های لاکچری با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون.